بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد خدا جل جلاله و درود بر حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم. پس از ذکر شر ابلیس و لشکریان مرئی و نامرئیش در زمین، مخصوصا قدرت‌های حاکمه آشوبگر و متجاوز تاریخ با عنوان نخستین و اساسی ترین عوامل فساد در زمین، مهمترین عامل ظهور فساد در جهان را نیز نباید فراموش کرد که حالت درونی خود انسان هاست. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق الله العظیم. بدون شک اگر فروروی کافه اولاد بشر در طوفان لذایذ و نعمان می بود و اگر قوس سعودی نفس و خودخواهی های انسان به اوج نهاییش نمی رسید و برعکس اگر نور توحید و ایمان کامل از زندگی و قلوب انسانها زائل نمی شد، نیروهای استعماری بر توده های میلیاردی بشر هرگز نمی توانستند مسلط شوند. یعنی اگر انسانها از اثر رشد نفس و ضعف و زوال ایمان کامل در گودالهای فحاشی و عیاشی، بیخبری و تنبلی و اختلافات نژادی، زبانی، سیاسی، منطقوی و غیره سکوت نمی کردند، ما به هیچ وجه شاهد این وضع نابسامان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امت اسلامی نمی بودیم. آره، بدون شک بستر مناسب استعمار و تجاوز به کشورهای بی‌دفاع، مخصوصا جهان اسلام، همانا اضمحلال معنویت، ایمان و فقدان آگاهی های دینی و سیاسی ملت هاست. ورنه قومی که زیر سیطره خداپرستی با ایمان کامل و شعور سیاسی و آگاهی کافی از خود و جهان هستی و با تسلط بر نفس و اتکا به معنویت و افکار و اخلاق اسلامی و شایسته انسان زندگی کند، هرگز زمین ساز اسارت و شکست خود به دست دشمنان بشریت نمی شود. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. چنان که با نگاه ژرف و تحقیقی به حالت عمومی باطنی ملت‌های اسیر جهان، مخصوصا جوامع اسلامی دیده می شود که در اکثریت مطلق پیروان اسلام از صفائیت نور توحید چیزی جز شبه بلا حقیقت وجود ندارد. پیشروی قوس سعودی طوفان نفس و ضعف نیروی ایمان در حد زوال آن و همچنان اهانت‌های سیاسی و اقتصادی موجود در میان امت مسلمه و سایر بشریت چگونه گرفته می شود و به چه صورت می توان که بر قوت‌های به اصطلاح ناشکن معجزه‌داران نیروهای اتمی و چوشندگان شریان‌های اقتصادی جهان سوم و بالاخص دنیای اسلام فائق گردیم؟ اینجاست که مسئولیت و رسالت علما و روشنفکران آگاه و مسلمان جهان بر مبنای الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون الا الله و کفا بالله حسیبا تبارز می نماید. و حقا که در طول تاریخ پس از انبیاء علیهم السلام، اولیاء و علمای عامل و آگاه مؤمن رحمت الله علیهم اجمعین همیشه این بار گران دعوت و مبارزه را برای نجات بشر انجام داده و در این راه قربانی های بی‌دریغ و بیشمار دادند. اما متاسفانه اکثریت روشنفکران ادعادار اسلام و علمای غیر مسئول صرف با بستن عمامه یا کسب شهادت نامه از علوم عربی و اسلامی آرایش یافتند. در راستای اصلاحات و وحدت امت کاری که شایسته و اشد نیاز بود انجام نداده و یا نتوانستند. و باز هم با دریغ و درد عده‌ای از علمای سوی امت در سازشکاری ها با زعامت های سیاسی وابسته به استبداد و استعمار موجب اختلاف امت و حتی مانع کار علمای مبارز و دعوتگر زمانشان شده و در همکاری با شیاطین جنی و انسی تاریخ عقیدتی و سیاسیشان را سیاه ساختند. و بیجا نبود که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه
در وصیت‌نامه سیاسی الهیشان از این گروه به عنوان آخوندهای خبیث یادآور گردیدند. خوشبختانه امروز جانب پیشنهاد و عرایض ما علمای فاضل متعهد و مسئول است که از سراسر کشور و سایر نقاط جهان با هدف بزرگ و مقدس یعنی رسیدن به وحدت امت گرده هم آمدند. انشاءالله این همایش بزرگ و مقدس نوید است برای تقریب بیشتر و وحدت امت اسلامی. اما وحدت امت در گرو وحدت عقاید و افکار آنهاست. ما به این دایه سطور هیچگاه نخواهیم رسید تا به حضور این امت پاشیده و پراگنده به عنوان دعوتگران صادق و مربیان روح و پالایشگر عقل و خرد ایشان نرسیده باشیم. و چنین امر تا زمان تحقق پذیر نخواهد بود که ما این امت را از نظر عقیده و عمل درست بشناسیم و دلسوزانه به اصلاح افکار و عقاید و اعمال آنها بپردازیم. و پرداختن به اصلاح عقاید و اعمال مردم کاری است نهایت دشوار، اما بزرگترین میراث همه پیامبران و دعوتگران به سوی خدا. پیامبران معظم الهی همیشه مبنای کار خود را از معرفی انسان، دنیا، جامعه، تاریخ و آفریدگار جهان به نحوی آغاز کردند که موجب انقلاب عظیم در بینش و عقاید مردم زمانشان گردیدند. همچنین پیامبران بزرگ الهی و دعوتگران برحق و راستین اسلام در راه این آرمان سخت‌ترین مشقت‌های جسمی، جانی و مالی و زبانی را متحمل گردیدند. فلهذا بر علمای عامل و راستین دین نیز واجب است تا قدم به قدم مسیر پیشوایان بزرگ عالم اسلام و بشر را عملاً تعقیب نمایند. بدین معنی که رسالتشان را مختص به سهم ناچیز در تدریس بعضی از علوم و یا ایراد خطابه پرتکلف و بی‌محتوا از ورای منابر و یا نوشتن آثار تکراری و فاقد روح و حقیقت دین و بی ربط به زندگی جامعه اسلامی محدود نفرمایند، بلکه شایسته و بایسته آن است که مسجد و مدرسه، مکتب و دانشگاه و خانه و کوچه و محیط کار و همه مراکز تجمع انسانی را به تربیتگاه های علمی توحیدی نسل ها تبدیل کنیم و شب و روز چون پیامبران علیهم السلام و اعوان و انصار صدیقشان خانه به خانه، کوچه به کوچه، دی به دی و شهر به شهر و حتی قاره به قاره در پی دعوت مردم و تجدید تربیت نسلها و وحدت امت و مقصود حصول رضای خدا جل جلاله و اعلای کلمت الله جانفشانی ها نماید. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. چه؟ جهان اسلام بدتر از هر دوره دیگر برعکس حکم آیه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا امروز به شدیدترین نفاق و شقاق برادر با برادر و قصبه به قصبه و از آن بالاتر در سطح کشورها در پی بربادی و نابودی خودها برآمدند. اگر تمامی علمای کرام و یا دست کم 20% ایشان با برنامه واحد و اهداف مشخص به کار امر به معروف و نهی از منکر به دور قرآن بچرخند و آن را در میان امت محمدی پیاده فرمایند، یقینا خداوند متعال جل جلاله در کمترین فرصت ما را مفتخر به تحقق مژده و کان حقا علینا نصر المؤمنین و سزاوار مصداق حکم ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین می سازد و از همه اهانت‌های سیاسی و اقتصادی اجتماعی جاری امت مسلمه را نجات می‌بخشد ان شاء الله. و ما ذلک علی الله بعزیز و السلام علیکم.